در همین رابطه خمراه بشیم با همکارم احیرزا محبی از ملبورن استرالیا سارگیا احیرزا شمالی بار دیگه اقدام به شلیک موشک های بالستی کرده رو از تو بشنویم آزاده ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد که روز پنج شنبه دوازده سپتامبر برابر با بیست و دوم شهری کره شمالی چندین موشک بالستیک کوتاه برد رو حدود ساعت 7 و 10 دقیقه صبح به وقت محلی از پیونگیانگ پایتخت کره شمالی به سمت آبهای شرقی خود شلیک کرده و موشک های پرتاب شده قبل از سقوط به دریا تا 360 کیلومتر هم پرواز کردند ارتش کره جنوبی در بیانیه خودش اعلام کرد که ما پرتاب موشک پرتاب موشک توسط کره شمالی رو که یک تحریم تحریک آشکاره و به طور جدی صلح و ثبات رو در شبه جزیره کره تهدید میکنه به شدت محکوم میکنیم وزارت امور خارجه کره جنوبی هم در بیانیه ای اعلام کرد که نمایندگان کره جنوبی ژاپن و آمریکا در این خصوص با هم تلفنی گفتگو کردند و این پرتاب های کره شمالی رو نقض قطنامه های سازمان ملل دونستند به علاوه اینکه سئول واشنگتن و توکیو متحد شدند که به هر گونه اقدامات تحریک آمیز از سوی کره شمالی پاسخ خواهند داد وزارت دفاع ژاپن هم اعلام کرد که حداقل دو موشک بالستیک از سوی کره شمالی بیش از 350 کیلومتر و تا ارتفاع حدود 100 کیلومتری پرواز کردند تا قبل از اینکه در آبهای خارج از منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن سقوط کنند البته هیچ گزارشی تا به الان از خسارات ناشی از پرتاب موشک های کره شمالی وجود نداره آی فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن هم اعلام کرد که توکیو به شدت پرتاب موشک وسط کره شمالی رو محکوم و اعتراض خودش رو علیه پیونگیانگ اعلام کرده و ژاپن به تلاش برای نظارت و همکاری با آمریکا و کره جنوبی در خصوص کره شمالی ادامه خواهد داد این اولین پرتاب این پرتاب این صورت گرفته کره شمالی اولین فعالیت مربوط به شلیک تسلیحاتی کره شمالی در بیش از دو ماه گذشته بود در اوایل ژوئیه کره شمالی ادعا کرد که یک سلاح تاکتیکی جدید را آزمایش کرده که قادر به حمله کلاهک فوق‌العاده بزرگ کلاس کلاس و نیم تونی پرتاب جدید کره شمالی در حالی صورت گرفته که روز دوشنبه آقای کیم جونگ اون رهبر کره شمالی قول داد تا نیروی هسته‌ای کره شمالی رو به طور کامل برای نبرد با رقبای کره شمالی آماده کنه وزیر دفاع کره جنوبی نشستی برگزار کرده خواستار همبستگی جهانی علیه کره شمالی شده چی می‌دونیم از این نشست بیشتر آقای کیم یونگ هیون وزیر دفاع کره جنوبی که هفته گذشته هم به این سمت منصوب شد در جریان سیزدهمین نشست گفتگوی دفاعی سئول در پایتخت کره جنوبی یک نشست دو روزه ای که روز چهارشنبه به پایان رسید مشارکت نظامی رو به مشارکت نظامی رو به میان کره شمالی و روسیه را رو به شدت محکوم کرد و خواستار همکاری بین المللی برای مقابله با این تهدیدها شد و تاکید کرد که امنیت شبه جزیره کره اقیانوس هند و اقیانوس اطلس همه به هم مرتبط هستند وزیر دفاع کره جنوبی در صحبت خودش گفت که حمایت تسلیحاتی غیرقانونی کره شمالی جنگ در اوکراین رو طولانی میکنه و منابع مالی و فناوری به دست آمده از طریق معاملات تسلیحاتی به توسعه غیرقانونی فعالیت‌های نظامی کره شمالی دامن می‌زنه. آقای کیم یون کیون در این نشست گفت که اتحاد کره جنوبی و آمریکا سنگ بنای استراتژی کره جنوبی برای جلوگیری از تهدیدات همسایه شمالی مجهز به سلاح هسته‌ای است. در این نشست دفاعی رئیس کمیته نظامی ناتو هم حاضر بود و تجاوز روسیه به اوکراین رو محکوم کرد و بر تعهد ناتو به حمایت از اوکراین هم تاکید کرد مرسی علی رضا همکارم علی رضا از ملبورن